آقای دکتر، من به این دلیل از محضر شما دعوت کردم تشریف بیارید که شما هم در آلمان زندگی کردید که مرکز فرماندهی عملیات های جاسوسی ایران در سفارتخانه این کشور وجود داشته، هم در امریکا زندگی کردید، هم به تبع شغلتون به عنوان یک خبرنگار بارها و بارها در کشورهای مختلف سفر داشتید، هم به تبع اینکه ایرانی هستید طبیعتاً یک شناختی از ایرانی های اونجا هم کسب کردید. این گنجینه اطلاعات شما من کمک میکنه و البته به بینندگان خوب برنامه ما کمک میکنه که بهتر بتونیم رمزگشایی کنیم از اونچه که اعترافات این مأمور سابق وزارت اطلاعات و اسنادی هست که او در اختیار اداره مهاجرت آلمان قرار داده، و همچنین پرده برداریم از برخی فعالیت هایی که در این زمینه انجام شده. بذارید با این سوال بنیادی شروع کنم. آیا جمهوری اسلامی در خارج از ایران فعالیت تروریستی، فعالیت امنیتی اطلاعاتی که حالا متصور بوی ترور هم آلوده است، داره یا نداره؟ ببینین، وزارت اطلاعات ایران 4 وظیفه داره. یکی جاسوسی است و ضد جاسوسی، امنیت ملی، در واقع امنیت کشور رو تامین کردن در داخل ایران، در داخل ایران، و بعداً فعالیت‌های غیرقانونی و تروریستی در خارج از کشور. و اینا مطالبی است که به نظر من تا به حال چندین بار خود شخص من دربارش صحبت کردم. ببینین، ما در آلمان از زمانی که انقلاب جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی انجام شد، ما میدونستیم که در سفارت ایران در بن، به ویژه زمانی که موسویان سفیر ایران در آلمان بود، در واقع یک شبکه عظیم جاسوسی ایران وجود داره، وزارت اطلاعات وجود داره و این شبکه فعالیت میکنه. من به یک مطلب اساسی بهتون اشاره بکنم و خودم در اون جریان بودم. در سالهای 1990، یادم نیست چه سالی دقیق بود، یکی از ژنرال های سپاه پاسداران که عضو جاسوسی ایران بود، وزارت اطلاعات ایران بود، این متواری شد به آلمان و رجوع کرد به مطبوعات آلمان، و در رابطه با مطبوعات آلمان، به ویژه مجله اشترن آلمان و کانال 2 CDF آلمان، چنین مطرح کرد که جمهوری اسلامی از طریق سفارتخانه خودش در بن و به ویژه خانه ایران که در شهر کلن داره و مرکز جاسوسان ایرانیه، نه تنها اسلحه وارد میکنه و در واقع جاسوسان خودش رو وارد میکنه، بلکه طراحی میکنه در این خانه ایران تمام فعالیت تروریستی خودش رو در آلمان و خارج از ایران. فراموش نکنیم که در سال 1984 و 1985 اون زنجیره بمب هایی که در پاریس منفجر شد، اینو جمهوری اسلامی میکرد، و درست این فردی که به آلمان متواری شده بود و این ژنرال سپاه پاسداران که به آلمان متواری شده بود، چنین مطرح میکرد که تمام سلاح‌ها و بمبایی که در پاریس ازش استفاده شده بود، از طریق سفارت ایران به خانه ایران در کل منتقل میشد و در اونجا طراحی میشد و پخش میشد. و این در زمانی که جنگ ایران و عراق وجود داشت. میدونید که در جنگ ایران و عراق عده زیادی از جوانان ایران مجروح میشدن و زخمی میشدن و اینا رو منتقل میکردن به آلمان برای معالجه، و بین عده از اینها جاسوسان خود وزارت اطلاعات بودن، و زمانی که اینا رو منتقل میکردن با ایران ایر، هواپیمای ایران ایر به داخل آلمان، در بین صندلی های اینها اسلحه مخفی میکردن، بمب مخفی میکردن، و حتی در واقع چیزهای شیمیایی مخفی میکردن که اینا رو وارد آلمان و اروپا میکردن و از طریق آلمان به کشورهای دیگه مانند فرانسه میبردن. آیا مقامات آلمانی از این مجموع رویدادها با خبر بودن، اطلاع داشتن آقای دکتر دانش؟ باید اطلاع میداشتن. ببینید، خود من شخصی بودم که ده ها بار به مقامات آلمانی اطلاع دادم. من شخصی بودم که با هماهنگ کننده سازمان‌های مخفی آلمان، آقای شمیت باور، در سال‌های 1990-91 و بعد همکاری می‌کردم. همکاری فقط اطلاع می‌رسونم، به عنوان خبرنگار به اطلاع می‌دادم، نه همکاری جاسوسی، و به اون اطلاع می‌دادم که وزارت اطلاعات ایران چه نقشی را در آلمان بازی می‌کنه. ولی درست ما در زمانی قرار داریم که بهترین رابطه بین ایران و آلمان به وجود آمد، از سالهای 1980 توجه بکنید. یعنی در واقع دولت آلمان این اجازه رو میداد که مقامات کنسولی ایران اقدامات جاسوسی خودشون انجام بدن؟ لااقل میتونیم بگیم که آلمان مخالفتی نمی کرد یا در واقع اقدامی انجام نمیداد. من به یک مطلب اشاره بکنم آقا زمانی. ببینید، در سال 1991 وزیر اطلاعات ایران، وزیر اطلاعات آقای علی فلاحیان، دعوت میشه به آلمان از طرف کی؟ از طرف آقای شمیت باور،
که هماهنگ کننده سازمان‌های جاسوسی آلمان در نخست وزیری آلمانه. دعوت میشه و این شخص نه تنها دعوت میشه به مرکز سیاست آلمان در بن باش مذاکره میشه، بلکه این شخص رو میفرستن در کل که با فرفاسونگ شوت یعنی سازمان امنیت داخلی آلمان مذاکره بکنه و بعداً اینو میفرستن به مونیخ که با سازمان بنده آلمان یعنی سازمان جاسوسی خارجی ایران مذاکره بکنه و بنده از همون زمان در ایران دفتر داشته، همکاری نزدیک میشده و تمام تجهیزات مدرن جاسوسی رو آلمان به ایران میداد. اینو میدونستن و اینو اطلاع داشتن از طریق افراد روزنامه‌نگار ایرانی و در واقع مبارزان سیاسی سازمان‌های جاسوسی آلمان دقیقاً اطلاع داشتن و امروز اسناد وجود داره. خود سازمان فرفاسونگ شوت یعنی سازمان امنیت داخلی آلمان اینو مطرح میکنه، در سال 2006 مطرح کرد، در سال 2008 مطرح کرد که اسنادی در اختیار داره که سفارت ایران مرکز جاسوسی ایرانه، ایران ایر مرکزی است که در واقع جاسوسی ایران وارد اونجا میشن و در خود ایران ایر ایران در فرانکفورت مرکز جاسوسی وجود داشته و در مناطق دیگری که مانند خانه ایران و خانه‌های مخفی که ایران داشته. اینا سازمان‌های جاسوسی آلمان می‌دونستان و در واقع دولت آلمان به خوبی می‌دونست ولی عملیات آنچنانی انجام نداد. آقای دکتر، این ادعای خیلی بزرگی است، چون اگر ما بگیم که سازمان‌های اطلاعاتی آلمان از یه همچین ماجرایی با خبر باشن، وقتی که یک رویدادی مثل واقعه رستوران میکنوس اتفاق میفته و قتل بسیاری از شهروندان ایرانی در آلمان که نهایتا به احکام بسیار بسیار سنگینی که به دلیل همین احکام هست که سالهاست علی فلاحیان، علی خامنه ای شهامت و جرأت خروج از ایران رو ندارن و تعقیب قضایی که دادگاه میکنوس روی رهبران عالی رتبه ایران گذاشته، علی اکبر ولایتی است، هاشمی رفسنجانی است، علی فلاحیان و علی خامنه ای و یک گروهی از این افراد، خب این نشون میده که اگر اینها اطلاع داشتن با توجه به یه همچین حکم قضایی سنگینی که وجود داره، طبیعتاً خود این مقامات امنیتی آلمان هم در این زمینه بایستی مورد مماشات قرار میگرفت، مورد مؤاخذه قرار میگرفتن. باید دستگاه قضایی آلمان رو جدا از دستگاه سیاسی کرد. در همون زمانی هم که دادگاه میکنوس تشکیل میشد بعد از سال 1992 موقعی که اتفاق میکنوس افتاد، در واقع دولت آلمان تمام کوششش این بود که نذاره این پرونده در دادگاه انجام بشه، نذاره در واقع دادگاهی بر علیه ایران انجام بشه. این در واقع اون شهامت دادستان و قاضی دادگاه آلمانه، یعنی قوه قضایی آلمانه که چنین اتفاقی در آلمان افتاد و در واقع چنین حکمی داده شد و رهبران جمهوری اسلامی، به درستی شما اشاره کردین، شخص خامنه ای که مسئول تمام این اتفاقات بوده، آقای رفسنجانی که رئیس جمهور بود، آقای ولایتی که دائم در آلمان بود، از اون زمان تا به حال دیگه به آلمان وارد نشده، از سال 1997 تا به حال از زمانی که حکم داده شده، آقای فلاحیان و دیگران و دیگران. باید به این مطلب اشاره بکنیم که دولت آلمان و سازمان‌هایی که در واقع سازمان‌های مخفی آلمان که در اختیار دولت آلمان، اونها هم خواهان این نبودن که چنین حکمی صادر بشه، ولی این شهامت به نظر من دادستان آلمانه، شهامت قوه قضاییه است، دادگاه آلمانه و قضات آلمانه و به ویژه فعالیت‌های نیروهای سیاسی ایران در آلمانه که موفق شدن این دادگاه رو قانع بکنن که چنین حکمی باید داده بشه. و میدونین تمام رهبران اینا به عنوان رهبران جنایتکار و تروریست دولتی محکوم شدن و از اون زمان به بعد هیچ کدوم از این رهبران جرأت نکردن وارد آلمان بشن. من نصبت از این کردم که در سال 1991 علی فلاحیان اصلا رسما وارد آلمان شد و همکاری میکرد و دیگه از اون زمان به بعد موفق نشد وارد آلمان شد. این در واقع قوه قضاییه وقتی این کهولت رو در سیستم حکومت دید، در سیستم قوه اجرایی دید، خودش وارد شد و جلوی این پرونده رو گرفت، جایی که میتونه، یعنی تا جلوی این همکاری های امنیتی و سوء استفاده اطلاعاتی جمهوری اسلامی از این فضای باز رو در واقع گرفت. آقای دکتر، یکی از بحثایی که یک مطلب دیگه کوتاه، اگه سوالتون فراموش شه، یه مطلب خیلی مهمی میشه اشاره بکنیم. ببینید در سال 2006 یک قاضی در سوئیس در واقع علی فلاحیان و 13 نفر، توجه بکنید، 13 نفر دیگر رو محکوم میکنه که در قتل آقای کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی، نقش داشتن. میدونی آقای کاظم رجوی در سال 1990 در سوئیس به قتل میرسه. قاضی سوئیسی در سال 2006 اونها رو محکوم میکنه و جالبه در این لیست 13 نفر سفیر ایران در آلمانه، یعنی آقای آخوندزاده بستی، سفیر ایران در آلمان به عنوان یکی از
مسببین قتل کاظم رجوی نام برده میشه در دادگاه سوئیس. اینا مسائلی است که آلمان و دولت آلمان و حتی دولت سوئیس به خوبی میدونسته و این دادگاه خوشبختانه باید بگیم که قوه قضاییه در این کشورها مستقل هستن و زیر فشار سیاست نمیرن و اونها در واقع آرای رو میدن که باید داده بشه. آقای دکتر، نکته حالا به طور خیلی تخصصی همینجاست. حالا من سوالم اینه که فقط این قتل‌ها یا رفتارهای تروریستی مجموعه فعالیت‌های نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نبوده. این آقای حالا یا آقای یا خانم مأمور سابق وزارت اطلاعات، من به دوستان هم یادآوری کنم که گزارش مفصلی در این زمینه به نقل از خبرگزاری صدای مسیحیان و روزنامه گاردین در هفته نامه چاپی ایران شهر و همچنین در خبرگزاری ایران شهر منتشر شده. دوستان میتونن به این مطلب که تحت عنوان شبکه استخدام ایرانیان خارج از کشور توسط وزارت اطلاعات هست مراجعه کنند و ابعاد گسترده این گفتگویی رو که خبرگزاری آوای مسیحیان ایران داشته با در حقیقت این مأمور که معرفی هم نشده رو مطرح کنند. اما نکته اساسا اینجا آقای دکتر، در اینجا گفته شده که روش‌های گوناگونی برای نفوذ در جامعه ایرانیان خارج از کشور مورد استفاده قرار می گرفته و سعی می شده برخی از کنشگران یا برخی از فعالان یا برخی از شهروندان ایرانی در کشورهای مختلف رو به استخدام وزارت اطلاعات درآورند یا جذب فعالیت‌های امنیتی کنند. شما خودتون چه تجربه‌ای از این قضیه دارید؟ آیا واقعا در این سال‌ها با مواردی از این دست برخورد کرده بودید که کسی بهش پیشنهاداتی بشه، حالا چه قبول کنه چه رد کنه؟ بسیار زیاد. ببینین، در آلمان بعد از انقلاب اسلامی، چند سال بعد از اون، یعنی زمانی که به ویژه زمانی که وزارت اطلاعات تأسیس شد، پایه‌گذاری شد در سال 1984، به یک باره تعداد دانشجویانی که از ایران می آمدن، دانشجویانی که در واقع حق تحصیل از جمهوری اسلامی می گرفتن، هزینه تحصیلی را از جمهوری اسلامی می گرفتن، شدید شد، زیاد شد. هزارها نفر دانشجو وارد آلمان می شد، در صورتی که در قبل از انقلاب چنین نبود. یعنی شما این امکان را نداشتین به راحتی وارد آلمان بشین و بتونین به دانشگاه های آلمان راه پیدا بکنین. عده زیادی دانشجو وارد شدن و شک و تردیدی به برای افرادی مثل من که روزنامه‌نگار بودن و تحقیق می کردن نبود که بین این دانشجویان عده زیادی جاسوسان وزارت اطلاعات ایران هستند و عده زیادی به عنوان پناهنده وارد می شدند و بین این پناهندگانی که جمهوری اسلامی، عده اینا رو خود جمهوری اسلامی وارد آلمان می کرد، عده نفوذی بودند، در واقع جاسوسان وزارت اطلاعات بودند و اینو چندین بار حتی سازمان جاسوسی آلمان، سازمان داخلی جاسوسی آلمان فرفاسونگشوس اینو مطرح کرده، در سال 2006 مطرح کرده، در سال 2008 مطرح کرده، در سال 2015 مطرح کرده که چنین کاری انجام می شده. این یک شیوه بود که انجام می شد. شیوه دیگری که در آلمان انجام شد و خود من شاهد این بودم، به یک باره بعد از سال 1984 به ویژه سالهای 1990 به بعد، سازمانهای مختلفی به وجود آمد، شرکتهای مختلف تجاری به وجود آمد، سازمانهای به اصطلاح فرهنگی و گروههای فرهنگی به وجود آمد، گروههای مهاجرین دموکرات ایران به وجود آمد، گروههای مانند فارغ التحصیلان ایران به وجود آمد. بخشی از این گروه ها و شرکت هایی که در آلمان به وجود آمد، در واقع مستقیما توسط وزارت اطلاعات، یعنی از ایران طراحی شده بود، در آلمان به وجود آمد. وظیفه اونها این بود که در واقع در آلمان ابتدا بتونن تکنولوژی هسته ای رو آماده بکنن، خریداری بکنن برای ایران و در ضمن در بین ایرانیان فعالیت بکنن و جاسوسگیری بکنن در بین ایرانیان. خب به چه دردشون میخوره؟ من سوالم اینجاست که الان ما 10 تا جاسوس هم استخدام کردیم، نه 500 تا جاسوس هم استخدام کردیم، حالا این جاسوس هایی که تو این جامعه هستن میخوان چیه من و شما رو ببرن به جمهوری اسلامی بگن؟ به چه کارشون میامد استخدام این افراد از نیروهای ایرانی فعال یا شهروندان ایرانی، دو ملیتی ایرانی تبار در حقیقت؟ ببینید، خب یکی اینکه جاسوسی بین خود فعالین سیاسی ایران، یعنی در آلمان و اروپا بزرگترین سازمان‌های سیاسی ایران در آلمان و اروپا بودن و هنوز هم هستن. به طور مثال من اینجا نمیخوام کاملا بی‌طرفانه میخوام صحبت بکنم، خب سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بود، شورای ملی ایران در فرانسه، شورای ملی ایران، سازمان‌های چپ در آلمان بودن، در برلین بودن، در کل مرکز نهضت مقاومت ملی آقای دکتر بختیار که برای مدت بسیار طولانی
پرچمدار مبارزه برای جمهوری اسلامی بود و هنرمندان و بیشتر هنرمندانی که مخالف جمهوری اسلامی بودن و از ایران متواری میشدن اینا با آلمان میامدن در شهر کل فراموش در شهر کل و بن بودن. فراموش نکنیم که در شهر بن فرخزاد و به قتل رسوندن، یعنی وزارت اطلاعات ایران به قتل رسوند. در کنار فرخزاد عده زیادی هنرمندان ایران که مخالف جمهوری اسلامی بودن قرار داشتن، بعدا اونا پخش شدن به سراسر جهان و عده زیادی به آمریکا آمدن. یعنی به این مطلب باید اشاره بکنیم، ابتدا کنترل خود نیروهای ضد رژیم رو در اروپا به عهده داشتن. مطلب دیگری که خیلی مهمه باید فراموش نکنیم این بود که جلوی فعالیت ایرانی‌ها رو در اروپا بگیرن یا در آمریکا هم بگیرن و به این ترتیب جنگ روانی به راه مینداختن. جنگی روانی بدین ترتیب که مأمورین سازمان یا وزارت اطلاعات ایران می آمدن به عنوان افراد بسیار مترقی و ضد جمهوری اسلامی وارد صحنه می شدن و اینا به سراغ نمایندگان مجلس آلمان می رفتن، در کریدورهای مجلس آلمان اینا حرکت می کردن و به عنوان افرادی که زمانی در واقع عضو مجاهدین خلق بودن یا عضو سازمانهای سیاسی بودن و مورد اتهام و مورد مشکلاتی در این سازمان پیدا کرده بودن، چنین مطرح میکردن که اونا مخالف مجاهدین خلقن و مجاهدین خلق رو به عنوان یک سازمان جنایتکار معرفی میکردن تا بتونن در واقع جلوی فعالیت مجاهدین خلق و نیروهای دیگر سیاسی رو در اروپا بتونن بگیرن. توسط کی؟ توسط که نمایندگان پارلمان آلمان، نمایندگان پارلمان اروپا و جاهای دیگه. این جنگ روانی بود که انجام میشد. من یک مثال مشخصی بزنم بسیار جالب آقای دکتر آقازمانی. در سال 2006 میدونین که مسابقه فوتبال جهانی در آلمان انجام میشن. عده زیادی از همین شرکت های وزارت اطلاعات ایران و افرادی که نامشون مشخص امروز، اینا چنین مطرح کردن که مجاهدین میخوان در مبارزات فوتبال یا مسابقات فوتبال تخریب بکنن و بمبی رو منفجر بکنن. اینا به دستگاه های جاسوسی آلمان مطرح میکردن و چنین مطرح میکردن که خود اینها افرادی بودن که در سابق با مجاهدین فعالیت میکردن، از مجاهدین بریدن و اطلاعات دقیق دارن که مجاهدین میخوان در آلمان چنین تخریبی را انجام بدن. تا اونجایی پیش رفتن که معاون وزیر کشور آلمان سفری به ایران میکنه، با سردار ذوالقتل میاد قرارداد امنیتی میبنده که جلوی مجاهدین رو در ایران و فعالیت مجاهدین رو در آلمان، معذرت میخوام، در آلمان بتونن بگیرن. یعنی در واقع این جنگ تبلیغاتی یکی از فعالیت‌های بزرگ در واقع وزارت دفاع دس اینفورمیشن و جنگ تبلیغاتیه، یعنی اطلاعات اشتباه به منابع مختلف جاسوسی آلمان یا منابع دولتی آلمان دادن که بتونن جلوی این مبارزات مردم ایران رو در خارج کشور بگیرن. بدین ترتیب در واقع اینا موفق میشن از یک طرف شناسایی بکنن در داخل نیروهای مبارز ایرانی که چه کسی چه فعالیتی رو میکنه، چه خطری برای ایران وجود داره، و دومی که جلوی فعالیت اونا رو در اروپا و در آمریکا بگیرن. موقعی که شما اطلاعات اشتباهی میدین، دس اینفورمیشن استفاده میکنین و چنین مطرح میکنین که گروه های مختلف میخوان بمبگذاری بکنن و چنین تخریبی رو انجام بدن، طبیعتاً باعث این میشه که عده زیادی از نیروهای سیاسی در داخل آلمان، احزاب آلمان و حتی نیروهای امنیتی توجهشون به نیروهای سیاسی و مبارزه سیاسی جلب بشه و در مقابل اونها قرار بگیره. آقای دکتر، اتفاقاً در همین مطلب همین اشاره شده، خصوصا به اون بخشی که شما از دانشجویان صحبت کردین، دانشجویان بورسیه ایرانی صحبت کردید. اینجا این اشاره هم شده که تقریبا تعداد زیادی از دانشجویانی که بورسیه میگیرن موظف به انتقال اطلاعات میشن. همین مسئله رو برخی گروه های دانشجویی مورد توجه قرار دادن و گفتن که بعد از انتشار این خبر که در هفته گذشته صورت گرفت، گفتن که این ماجرا به دلیل ایجاد تفرقه بین ماست و اینکه ماها رو به هم بدبین کنه یا نگذاره یک تشکل جامعه تری بین ما شکل بگیره، چون خود همین جمهوری اسلامی از تجربه کنفدراسیون دانشجویی که پیش از انقلاب وجود داشت و متاسفانه در اختیار گروه‌های چپگرا هم بود و منجر شد به ایجاد تشکل‌های انجمن اسلامی دانشجویان خارج از کشور و بعد کسانی مثل ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده و و و خیلی های دیگه از همین تشکل‌ها در اومدن، از ایجاد چنین تشکل‌هایی در جامعه دانشجویی ایران جلوگیری کنه. آیا شما این اتهام رو به جا میدونید؟ آیا واقعا فکر میکنید که اینها که میگن این اخبار شایعاتیه که خود جمهوری اسلامی میخواد بهش دامن بزنه، فکر میکنید که این نقد درسته بر این رویدادها؟ ببینین آقای چون شما ببخشید آقای میکنم چون شما
اشاره کردید که حجم بالای دانشجویان بورسیه برای خود شما هم مسئله ساز بود. ما همین دو که دو سال پیش بود در پایان دولت احمدی نژاد و آغاز دولت حسن روحانی که با اون ماجرای بورسیه های غیرقانونی و عجیب غریب هم روبرو شدیم، اینا یک معانی خاصی رو به ذهن متبادر میکنه. من فکر میکنم که حق با شماست، اما دلم میخواد تحلیلتون در مورد این دوستان که چنین نقدی هم میکنن بشنوم. ما باید خیلی هوشیار باشیم. از یک طرف باید هوشیار باشیم که شیوه های رژیم جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات ایران چیه. طبیعتاً من معتقد نیستم که تمام دانشجویایی که بورسیه میگیرن همه جاسوسان جمهوری اسلامی هستن، ولی شکی ندارم که در بین اونها عده زیادی جاسوسان جمهوری اسلامی هستن. این ما دقت بکنیم و این جاسوسان رو افشا بکنیم. و این دلیل نمیشه که از اونجایی که ما مطرح میکنیم چون کسانی که بورسیه میگیرن و وارد آلمان میشن و اروپا شدن و تحصیل میکنن، حتی آمریکا ما همه اینا رو متهم نمیکنیم، ولی وظیفه نیروهای مبارز در خارج از کشور اینه که بتونن تشخیص بدن، بتونن در واقع افشاگری بکنن و نشون بدن که در داخل کسانی که بورسیه میگیرن عده‌ای در واقع مامورین سازمان جاسوسی ایران و وزارت جاسوسی ایران، در این مورد شکی وجود نداره. من یک مثال رو براتون میذارم. ببینید اتفاقی که در برلین افتاد در سال 1992 و جریان مکونوس و قتلی که از رهبران حزب دموکرات کردستان در برلین شد، کسانی که در واقع اطلاعچی بودن و تمام اطلاعات رو به دست آورده بودن و از داخل گروه رهبران حزب دموکرات کردستان میدونستن که شب در کجا اینا غذا میخوردن، اینا کسانی بودن که در واقع نفوذی بودن، اینا رو وارد آلمان کرده بودن. و فراموش نکنیم که سازمان‌های دانشجوی اسلامی در آلمان وجود داشت و اشخاصی مانند کاظم دارابی فعالیت می‌کردند در این سازمان‌ها. اینها بودند که وظیفه اونا این بود که در واقع بتونن تشخیص بدن در چه زمانی رهبران حزب دموکرات کردستان به کجا میرن، در چه منطقه‌ای در چه رستورانی غذا می‌خورن، با اینکه همه اینا مخفی بود. و دوم اینکه وظیفه اینا بود که در واقع قاتلین رو طراحی بکنن قتل رو. و خود دارابی در قتل شرکت نداشت، ولی در واقع دارابی کسی بود به عنوان دانشجو طراح، این هم از طرف سفارت ایران در بن انجام شد. اینا واقعیتایی است که ما نمیتونیم به کسانی که امروز میگن شما دست اتهام به ما اشاره میکنین یا میخواین ما رو متهم بکنین چون ما در واقع سهمیه داریم یا هزینه تحصیلی میگیریم، همه ما جاسوس هستیم، چنین چیزی نیست. ولی ما به عنوان نیروهای مبارز باید هوشیار باشیم که در واقع به ما این کلک جمهوری می نتونه بزنه و در کنار ما افرادی را وارد نکنه که اینا جاسوسان جمهوری اسلامی هستن. آقای دکتر، اینجا یک بخش از همین مصاحبه این مأمور که اسنادی رو مطرح کرده میگه که یک تفاوت عمده هست بین تلاش برای جذب ایرانیان خارج از کشور بین در حقیقت اروپا و آمریکا، به این دلیل که در اروپا، من از روی متنی که در حقیقت در این متن این خبر هست براتون میخونم، یک کار جذب ایرانیان خارج از کشور توسط وزارت اطلاعات در اروپا از طریق واحدهای مربوط به سفارتخانه ها در آن کشورها انجام میشود و فقط در آمریکا به عهده افراد مشخصی است که لیستی از این افراد رو هم این فرد در اختیار مقامات اداره مهاجرت یا به هر اداره‌ای که مسئول رسیدگی به این پرونده هست در آلمان گذاشته. این اشاره به افراد خاص در ایالات متحده آمریکا چه معنایی داره و اساساً در آمریکا این سبکش با ایران با اروپا متفاوته؟ آقای دکتر، شما تجربه زندگی در هر دو رو دارید. ببینید، من درباره اروپا صحبت کردم و در واقع کمبودی که در سیاست اروپا دیدم دربارش صحبت کردم و اینکه در واقع سیاستمدار اروپا چندان توجهی به فعالیت‌های وزارت اطلاعات ایران در اروپا نمی‌کردم، به این مطلب اشاره کردم. ما در آمریکا می‌دونیم که سفارتی وجود نداره، یعنی در واقع در داخل سفارت نمی‌تونن مراکز جاسوسی خودشون رو وجود بیارن. و مهمتر از همه در اینجا باید به این مطلب اشاره بکنیم، به خاطر اینی که سازمان CIA آمریکا، سازمان جاسوسی آمریکا در رابطه با ایران تجربه عظیمی داره، یعنی در واقع از چندین ده سال در ایران تجربه داره. سازمان جاسوسی ایران به سادگی نمیتونن اینا مراکزی را در داخل سفارتخونه ها یا در داخل کنسولگری ها و حتی در داخل بنیادهایی که در اونجا ایرانی ها تجمع میکنن به وجود بیارن. به طور یقین باید بدونیم که جاسوسان سازمان CIA و FBI در اونجا فعالن و میتونن اینا را در واقع کشف بکنن و افشا بکنن. به خاطر همین اینها میان در واقع سازمان ها یا
شرکت‌های تجاری به وجود میارن، در خود آمریکا سازمان‌های تجاری به وجود میارن، در داخل این سازمان‌های تجاری که وظیفه اونها واردات و صادرات به ایرانه و در واقع واردات و صادرات قانونی به اصطلاح قانون انجام میدن، جاسوسانی وجود دارن و از این نوع سازمان‌ها و شرکت‌ها صدها در آمریکا. البته این معنیش این نیست که کلیه کسانی که این مبادلات رو دارن در این راستا قرار دارن، فراموش نکنیم که کاملا گزینشی و کاملا معین این افراد هستند. ببینید آقای، وظیفه ما به ویژه کسانی که فعالیت سیاسی میکنن، دید علمی به فعالیت وزارت اطلاعاتی، یعنی ما باید بتونیم تفکیک بکنیم. ما نمیتونیم 100% بگیم که در بین سازمان‌ها و در واقع سازمان‌های فرهنگی که در اروپا یا در آمریکا به وجود میاد جاسوسی وجود نداره. جاسوسان زیادی وجود دارن. ما نمیتونیم امروز چنین مطرح بکنیم که در بین دانشجویان ایرانی در داخل آمریکا که هزینه تحصیلی از ایران میکنن جاسوس وجود نداره. این اشتباه بزرگه. ما باید یک دید علمی به مسائل داشته باشیم، بتونیم تفکیک بکنیم و در این تفکیک میتونیم دقیقاً روشن بکنیم که در واقع تعداد زیادی از شرکت هایی که در اروپا و آلمان به وجود میاد در واقع اینها شرکت های جاسوسی نیستن، ولی ما شرکت های زیادی در آلمان وجود داره. من نام میبرم، شرکت آوا یا شرکت های دیگری به نام روشنا در کل یا ایران سبز. امروز خود سازمان امنیت جاسوسی آلمان، سازمان جاسوسی آلمان اینو مطرح میکنه که اینها در واقع شرکت‌های جاسوسی وزارت اطلاعات ایران در آلمان هستند و فعالیتشون فقط در آلمان نیست بلکه در سراسر اروپا است و به ویژه در بلژیک. ببینید در سال 1996 در بلژیک تعداد مقدار اسلحه دولت بلژیک از ایرانیا به دست میاره، اسلحه‌ای که از طریق ایران وارد سفارتخانه بن میشده و از اون طریق به بلژیک میرفته و برای قتل خانم رجوی، مریم رجوی، این اسلحه‌ها باید استفاده میشده. این در واقع اطلاعاتی است که سازمان مخفی بلژیک داره میده. این اسناد چیزایی که ما مطرح میکنم. پس بنابراین ما نمیتونیم 100% بگیم که بین سازمان‌های دانشجویی و دانشجویان و شرکت‌های تجاری جاسوسی وجود نداره و از طرف دیگه نمیتونیم بگیم 100% جاسوسی هم وجود داره. باید در واقع ما بتونیم تفکیک بکنیم، شناسایی بکنیم. و فرقی که اروپا با آمریکا داره یه بار دیگه اشاره بکنم، در اروپا سفارتخانه های ایران فعالیت شدیدی دارن، صدها تشکیلات فرهنگی و سازمان های فرهنگی ساختن. من نمیخوام بگم همه این سازمان های فرهنگی در واقع تاسیسات جاسوسی ایران هستن، بلکه در مابین اونها افرادی هستن که در واقع جاسوسی میکنن و امروز خود سازمان های جاسوسی اروپا اینو افشا کردن و مطرح میکنن. آقای دکتر دانش، این بخش از مصاحبه این فرد بسیار بخش جالبی است، چون به مسئله رسانه ها برمیگرده، جایی که خب به دلیل اینکه دردید هست یا میتونه تاثیرگذار روی افکار عمومی باشه خب خیلی پررنگتر هست. من اجازه بدید از متن مصاحبه این بخش رو برای شما بخونم. این مأمور سابق وزارت اطلاعات میگه: وزارت اطلاعات آنچه رو که به عنوان موضوع عمده برای رسانه‌های خارجی هست و باید مطرح شود تعیین می‌کنه و یک موضوع رو مطرح کرده و سپس از شبکه‌های مختلف خود می‌خواد که به این مسئله دامن بزنند. همچنین به برخی از کارمندانشون این وظیفه داده میشه تا با تلفن‌های مختلف به رادیو و تلویزیون ها این موضوع رو به صورت پرسش و یا طرفداری و انتقاد مطرح کرده و اون رسانه ها و یا اون برنامه ساز ها رو وادار کنند که به واکنش در مورد اون موضوع بپردازه. همچنین ادامه میده که افراد، رسانه ها و تشکیلات متعلق به وزارت اطلاعات در خارج از ایران وظیفه دارند که در زمانهای معمول به کارهای خود بپردازند و نقش رسانه‌های بی‌طرف یا مخالف نظام رو ایفا کنند. البته مخالفت اون بخش که تعیین و تعریف شده است، مخالفت با اون بخش که تعیین و تعریف شده است و در مواقع عادی هدف فقط پیش بردن اهداف کلی رژیم هست و معنای اون یعنی دور کردن افکار عمومی از شکلگیری یک خط متحد. اونها به این وظیفه کلی ادامه میدن تا در مواقع خاص مأموریت‌های مشخصی رو داشته باشند و در این مأموریت‌ها مطابق استانداردهای مورد توجه وزارت اطلاعات فعالیت کنند. بحث رسانه‌ها خیلی داغه. بخش عمده از رسانه‌های جریان اصلی که حتی با بودجه مالیات دهندگان اروپایی و آمریکایی فعالیت می‌کنه
عملاً از سوی خود مقامات کنگره آمریکا به صدای ملایان یاد شده و گفته میشه که در حال ترویج و تبلیغ اصلاح طلبان در ایران هستند. آیا واقعا فکر میکنید اینها هدفمند هست یا نهایت سوء استفاده و بهره‌ای که وزارت اطلاعات ایران از این گسستگی ها یا فضای باز رسانه یا فعالیت های رسانه ای استفاده میکنه؟ ببینید، یکی از شیوه هایی که وزارت اطلاعات ایران استفاده میکنه از گروه های به اصطلاح فرهنگی و در کنار اونها از روزنامه نگارانه، یعنی به نام روزنامه نگاری. عده زیادی از اینا در واقع جاسوسین وزارت اطلاعات هستند ولی در خارج از کشور به عنوان روزنامه نگار فعالیت میکنند و اینا روزنامه نگاران آزاد هستند و سعی میکنند در تماسی که با روزنامه های مهم روز اروپا و مجلات اروپا و تلویزیون اروپا دارن در واقع بتونن دس اینفورمیشن بدن، بتونن نفوذ بکنن و جلوی مبارزه نیروهای در واقع ضد رژیم رو بتونن در اونجا بگیرن. من یک مثالی براتون بزنم. در سال گذشته عده زیادی از نمایندگان نمایندگان مجلس آلمان از سازمان حقوق بشر آلمان میخوان که عده به عنوان روزنامه نگار ایرانی به عنوان روزنامه نگار یا مسئولین فرهنگی به اونا رجوع میکنن و به اونا اطلاعاتی میدن و از سازمان حقوق بشر آلمان میخوان که شما تجسس بکنین که این افراد کیا هستن. یعنی توجه بکنین در اروپا شما به عنوان روزنامه‌نگار این اجازه رو دارین وارد پارلمان اروپا بشین و با نمایندگان تماس بگیرین و در خارج از اون پارلمان میتونید با نمایندگان تماس بگیرید، نه تنها در آلمان بلکه در تمام اروپا. شما میدونید در برلین شبها، خود من این کارو میکردم، شبها به رستورانهای مشخصی برین که در اونجا نمایندگان مجلس نشستن، با اونا به راحتی تماس بگیرین، مسائلتون رو مطرح بکنین، کارتتون رو بدین و بخواید مسائل سیاسی رو مطرح بکنین و اونا هم علاقه دارن که با شما در واقع تماس داشته باشن و مطالب شما رو بشنون. و موقعی که در واقع این نماینده حقوق بشر تجسس میکنه، میبینه تمام کسانی که با نمایندگان پارلمان تماس گرفتن، افرادی مانند آقای سبحانی، محمد حسین سبحانی و دیگران در واقع جاسوسین جمهوری اسلامی هستند و اینا وظیفه‌شون اینه که تخریب بکنن و نیروهای مبارز ایرانی رو در اروپا تخریب بکنن و جلوی مبارزه اینا رو بگیرن. یکی از اون سازمانایی که اینا میخوان تخریب بکنن، من یه دفعه دیگه مطرح بکنم، این درباره سیاست سازمان مجاهدین خلق نیست، در اون مورد میشه صحبت کرد. سازمان مجاهدین خلق و سازمان‌های به طور کلی جمهوری خواهان در آلمان و سازمان‌های دیگری که فعالیت میکنن و اینا در واقع اطلاعات تقلبی به نمایندگان مجلس میدن که بتونن جلوی فعالیت اینا رو بگیرن، در داخل مجلس بتونن جلوی فعالیت رو بگیرن یا از طریق تریبون مجلس بتونن اینو به اطلاع مردم آلمان برسونن که در واقع نیروهای مخالف جمهوری اسلامی تخریبگرن و خطرناک هستن. چنین فعالیتی در آلمان داره انجام میشه و همونطوری گفتم در این مورد مشخص سازمان حقوق بشر آلمان اشاره میکنه که نیروهای مختلفی با نامهای مختلفی حتی با نام خبرنگار وارد میشن و اینا وظیفهشون دس اینفورمیشنه در آلمان. دقیقاً، من اینو باز اضافه کنم که در همین مطلب آمده که در برخی از کنشگران خودشون رو به عنوان نمایندگان یا طرفداران یک ایدئولوژی خاص از کمونیسم گرفته تا پادشاهی تا جمهوری خواهی تا همونجور که آقای دکتر بارها اشاره کردم جای فرق نمیکنه، هر گروهی که فعال هست به عنوان طرفداران اینها معرفی میکنند و بعد با تولید محتواهای دیداری، شنیداری و حتی نگارشی تند که با ادبیاتی ناپسند و مورد عدم پذیرش مردم ایران هست میکوشند تا نشون بدن که طرفداران یک جناح خاص چه آدمهای لومپهن یا چه آدمهای تندخویی هستند و از همین مسیر استفاده میکنن برای تخریب وجهه برخی مبارزان و رهبرانی که در اپوزیسیون قرار دارن برای مردم داخل کشور. ابعاد این گفتگو خیلی طولانی است ولی ما فرصت کمی داریم، شاید کمتر از 5-6 دقیقه پایان برنامه داریم. آقای دکتر، با تاکید به اینکه ما نمیتونیم باور کنیم که همه جاسوسن، اما واقعیت اینجاست که کسانی هستند که فعالیت خبرچینی میکنن. اینجا باز اشاره شده که برخی ها با در واقع تطمیع، برخی ها با تهدید حتی به کار دعوت میشن و مجبورن این کار رو انجام بدن. نکته دیگه هم اینجاست که گفته شده برخی از افرادی که در طول 30 سال گذشته حتی به ایران پاشون رو هم نگذاشتن در این دام ها میفتن و مورد استفاده قرار میگیرن. به طور کلی فکر میکنید که ما به عنوان شهروندان ایرانی خارج از کشور چگونه میتونیم این مسئله رو بفهمیم و اگر متوجه شدیم یا تردید کردیم
که مثلا فلان فرد داره فعالیت غیر قانونی انجام میده، ما باید در به عنوان یک شهروند خارج از کشور چیکار کنیم؟ این مسئله رو به پلیس گزارش کنیم؟ در همین آمریکا به FBI گزارش کنیم؟ به CIA گزارش کنیم؟ چه کار باید بکنیم؟ در اروپا هم همینطور، یعنی شهروندانی که احساس میکنن یکی از همسایگانشون، یکی از دوستانشون یا یه فردی داره اونها رو نظارت غیر قانونی میکنه یا گزارشی از اونها به در واقع داخل ایران میفرسته، این افراد باید چه اقدام قانونی برای حمایت از خودشون و بستن این پرونده و فعالیت این افراد انجام بدن؟ به نظر من یکی از راه‌ها و شیوه‌های درست اینه که به در واقع پلیس کشورها اطلاع بده. مثلا در آمریکا به FBI اطلاع آدم بده. موقعی که شک و تردید داره، شما نمیتونید ثابت بکنین حتما که در واقع شخصی که در کنار شما قرار گرفته این جاسوس وزارت اطلاعات ایرانه، ولی شما میتونین در واقع مظنون باشین باش و با مظنون بودن میتونین نام اونو به FBI رد بکنین و اون دیگه کنترل با FBI است، دیگه مسئولیت شما تموم شد. در واقع FBI میتونه کنترل بکنه که این شخص در واقع جاسوس وزارت اطلاعات هست یا نیست. اینی که من اینو مطرح میکنم آقا زمانی، یک بار دیگه بهش اشاره بکنم، ما میدونیم که در کشورهای اروپایی و به ویژه آلمان تلفن‌های زیادی به مسئولین و مبارزین سیاسی از ایران میشه، از داخل ایران میشه، از وزارت اطلاعات میشه و جالبه که اونا آدرس مشخص، شماره تلفن، تمام اطلاعات در اختیار دارن. یعنی برای مبارزین سیاسی به ویژه در اروپا، برای خود من اتفاق افتاده، برای خیلی روزنامه‌نگاران اتفاق افتاده، تلفن میکنن از داخل ایران و با شما صحبت میکنن، ابتدا خیلی نرم و ملایم و سعی میکنن در واقع شما رو جذب خودشون میکنن، بعدن تهدید میکنن و نام و تمام در واقع اطلاعاتی که دارن به شما میدن، حتی فعالیت سیاسی خودتون رو با کسانی که رابطه دارین و آدرس شما رو بهتون میگن. یعنی نشون میده که بالاخره عده‌ای هستن که جاسوسی کردن و این اطلاعات رو منتقل کردن به ایران و جمهوری اسلامی دادن. اینا در واقع اسنادی است که وجود داره. ما نمیتونیم، یک بار دیگه ما نمیتونیم در واقع چنین مطرح بکنیم که موقعی که ما مطرح میکنیم در داخل این سازمان یا اون سازمان میتونن جاسوسان باشن، ما داریم در واقع وحدت رو از بین میبریم، که این چیزی نیست. من معتقدم که باید هوشیار باشیم و در این هوشیاری است که ما میتونیم مبارزه درست سیاسی رو بکنیم. وظیفه ما اینه به عنوان در واقع مبارزین سیاسی یا کسانی که مبارزه سیاسی میکنن، در واقع موقعی که مظنونین رو پیدا میکنن و به کسانی که مظنون میشن اینو اطلاع بدن به پلیس کشورهای خودشون، در آمریکا به FBI، در اروپا به پلیس‌های شهرهای مختلف اطلاع بدن و بقیه کارا در واقع پلیسه که باید کنترل این افراد رو به دست بگیره. و در این مورد من باید یه بار دیگه اشاره بکنم که موفقیت زیادی هم بوده، پلیس‌های کشورهای اروپایی به ویژه آلمان موفق شدن عده‌ای رو به عنوان جاسوسان ایرانی افشا بکنن و در واقع تحت کنترل خودشون بگیرن. آقای دکتر، از لحاظ قوانین بین‌المللی جاسوسی بر علیه هموطن در خارج از ایران جرم یا جرم نیست؟ بعضی از این افراد، حتی گفته شده در اینجا گفته شده که این کار اونها بهشون توضیح داده میشه در همین گروه ها و جلسه هایی که خصوصا برای دانشجویان بورسیه برای تخلیه اطلاعاتشون دارن گذاشته شده، میگن که گفته میشه که این چون شما به مسائل امنیتی اون کشور فعالیتی ندارید، هیچ اقدامی نمی کنید، فقط اطلاعات و دیده های خودتون رو منتقل می کنید، این جرم محسوب نمیشه. آیا فعالیت برای یک شبکه دولتی حکومتی خارج از کشور در آمریکا یا در اروپا به اصطلاح وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، حتی اگر در حد خبر دادن در مورد موی رنگ و کروات، رنگ مو و کروات شما باشه، این جرم محسوب میشه یا نه؟ 100%. ببینین، جاسوسی جرمه و جاسوسی طبق قوانین اروپا جرمه و زندانی داره. من به یک مطلب اشاره بکنم، در سال 1995 در آلمان دو جاسوس وزارت اطلاعات اخراج کردن، یعنی خب با روابط خوبی که بین ایران و آلمان وجود داشت اینو زندانی نکردن اینا رو، ولی از آلمان اخراج کردن و در واقع به ایران اینا رو فرستادن. جاسوسی جرمه در واقع طبق قوانین اروپا و آمریکا هم به همین ترتیبه، در واقع زندانی داره و کسانی که جاسوسی میکنن باید بدونن جرم عظیمی رو انجام میدن و اگه ثابت بشه در دادگاهی که اونا جاسوسن میتونن به زندانهای 2 تا 7-8 سال حتی محکوم بشن در کشورهای اروپایی. ممنونم آقای دکتر. اگر در پایان برنامه نکته ویژه‌ای فکر میکنید جا مونده از این گفتگو، من با کمال افتخار و میدونم شنوندگان و بینندگانمون هم دوست دارن که این رو بدونن. ببینید آقا زمانی، ما به یک مطلب باید اشاره بکنیم. ما میدونیم جمهوری اسلامی از سال 1984 با به وجود آمدن یا تشکیل وزارت اطلاعات فعالیت‌های شدیدی رو در اروپا داشته
ما موقعی که از سپاه قدس صحبت میکنیم، این سپاه برون مرزی بخشی از وظیفه سپاه قدس در واقع عملیات تروریستی، در واقع جاسوسان وزارت اطلاعات ایران هستند که در سپاه قدس فعالیت میکنند و عملیات تروریستی در خارج از کشور انجام میدن. آن چیزی که در سال 1989 در وین اتفاق افتاد، قاسم رو کشتن. آن چیزی که در سال 1990 در سوئیس اتفاق افتاد، کاظم رجوی رو کشتن. آن چیزی که در سال 1991 در پاریس اتفاق افتاد، بختیار رو کشتن. و قتل قطرهای زنجیره‌ای در ایران انجام شد و حتی قتل نمایندگان در واقع کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران در برلین، همه اینها رو در واقع امروز ثابت شده که سازمان یا وزارت اطلاعات ایران طراحی کرده و نقش داشته و چنین قطرهایی رو انجام داده و باید به این مطلب اشاره بکنیم. در آینده هم میتونه چنین اتفاقاتی بیفته. وظیفه ما اینه هوشیار باشیم و این اطلاعات جمع بکنیم و به دولت‌هایی که در اونجا زندگی میکنیم، در کشوری که زندگی میکنیم، این اطلاعات وسیع رو به دست اونها برسونیم. ممنونم آقای دکتر مصطفی دانش، دوست خوب من، استاد برجسته روزنامه نگاری در ایران، در آمریکا و آلمان و از مفاخر جامعه فرهنگی و رسانه‌ای ایرانیان خارج از کشور. یک دنیا ممنونم آقای دکتر آقا زمانی. من افتخار میکنم که با شما بحثی داشته باشم و در آینده خوشحالم که بتونیم به این بحثا ادامه بدیم. حتما حتما. و از شما عزیزان هم سپاسگزارم. ذکر یک نکته رو، دو نکته رو ضروری میدونم. نخست اینکه این برنامه معنا و مفهومش به هیچ عنوان جاسوس تلقی کردن هموطن نیست، بلکه آگاهانه فکر کردن و همونجور که آقای دکتر گفت به صورت علمی با این جور موضوعات برخورد کردنه، بلکه بایستی به جای مظنون بودن به همگان با هوشمندی و درایت پیش رفت. و نکته دوم این که اگر شما هم تجربه از این دست دارید یا فکر میکنید که در این زمینه اطلاعاتی دارید که میتونه به درد هموطنانمون بخوره، کافیست با ما در رسانه افق ایران در دبیرخانه شورای ملی در طریق فیسبوک یا دفتر و استودیوی ما در تلویزیون اندیشه تماس داشته باشید تا ابعاد این گفتمان رو بیشتر از و بهتر از قبل در برهه‌های گوناگون مطرح و مورد بررسی قرار بدیم.